یک ناشر فرانسوی راهنمای نادری درباره مکانهای تاریخی، فرهنگی و مناطق زیبا و دیدنی کره شمالی منتشر کرده. او به گردشگرانی که قصد سفر به این کشور را دارند توصیه میکنه با خودشون کتابهای سیاسی نبرند. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. این کتاب راهنمای گردشگری یک ناشر فرانسوی درباره کره شمالی است. کشوری که اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد 90% صادرات سالانه این کشور را که معادل 3 میلیارد دلار است هدف قرار داد. با وجود همه مشکلات کره شمالی بسیاری همچنان مشتاقند تا از این کشور دیدن کنند. کره شمالی کشوریه که این روزا همه دربارش حرف میزنن. اجلاس بین‌المللی دربارش برپا شد که توجه همه رو به خودش جلب کرد. مردم از مسائل اقتصادی و فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی این کشور اطلاع دارند و مهمترین دلیلی که خیلی دلشون میخواد برن اونجا اینه که چرا این کشور اینقدر محدودیت داره. با وجود نبود هیچ گونه روابط دیپلماتیک بین کره شمالی و فرانسه، سالانه حدود 400 توریست فرانسوی از کره شمالی دیدن می‌کنند و هزینه سفرشان به طور متوسط حدود 2300 دلار است. هرچند که سفر اینها نیز همچون سفرهای گردشگری دیگران با آزادی کامل انجام نمی‌شود. در طول سفر حرف زدن با مردم محلی کاملا غیر ممکنه. شما میتونید با گارسون و قهوه فروش حرف بزنید، ولی صحبت کردن با کشاورزا و کارگرا به خصوص در زمان تور گردشگری و بدون درخواست قبلی امکان نداره. حدود 3 سال طول کشید تا دومینیک کتاب راهنمای گردشگری کره شمالی را منتشر کرد. او معتقد است سفر به کره شمالی بیشتر حالت اکتشافی دارد تا ماجراجویی. دامینیک میگوید احتمالاً مقامات کره شمالی با توجه به برخی از مطالب نسخه چاپی راهنمای گردشگری او را توقیف میکنند. من از تجربه میگم چند سال پیش گزینه‌های زیادی برای غذا خوردن نداشتیم و انتخاب غذا هم محدود بود، ولی دو خبرنگاری که اخیراً رفتن کره شمالی گفتن شرایط بهتر شده. غذاها خوشمزه نیست ولی قابل خوردنه. اما واضح است با توجه به مشکلاتی که برای دیگر گردشگران اتفاق افتاده، همه توریست‌ها باید به شدت پایبند ضوابط سختگیرانه کره شمالی باشند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.